نامه جمعی از داروسازان و پزشکان در ایران به محمد رضا شانساز رئیس سازمان غذا دارو و مطالعات بالینی در خصوص تولید واکسن ضد کرونا داخلی خبرساز شده است. آنها ضمن هشدار نسبت به تعلل در خرید واکسن خارجی موجود و اشاره به نشدنی بودن تولید واکسن کرونا با امکانات موجود در داخل تبلیغات این موضوع در رسانه های جمهوری اسلامی از سوی افراد غیر متخصص را توهین به شعور علمی داروسازان و صرفاً بهانه‌ای برای عدم تأمین واکسن دانستند. پزشکان و داروسازان ایرانی در نامه خود ضمن به چالش کشیدن اظهارات مقامات در خصوص عدم توانایی تهیه واکسن فایزر به دلیل نداشتن یخچال با دمای منهای 70 درجه در انتقال کنایوار از مقامات پرسیدند چرا اجازه بدهیم تولید یک محصول تا این اندازه تخصصی را ساده جلوه دهند ما که قابلیت خرید چند فریزر برای انتقال و نگهداری واکسن را نداریم تجهیزات تولید واکسن آن هم برای 80 میلیون نفر را داریم در پی بهانه ها و اظهارات ضد و نقیز مقامات جمهوری اسلامی از تحریم ها تا نپیوستن به فیتیف و از نبود یخچال تا عدم نیاز به واکسن خارجی به دلیل تولید در داخل جامعه پزشکان در نامه خود یادآوری کردند که کرونا آنفلانزا نیست و شوخی ندارد و دارو ندارد برای آن فلانزا حداقل داروی قاچاق موجود است آنها پرسیدند برای کرونا چه چیزی داریم آخرین اظهار نظرها درباره تهیه واکسن کرونا اما در ایران این است که رئیس جمعیت هلال احمر ایران از خرید یک میلیون دوز واکسن چینی گفت اما رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس خرید هر گونه واکسن از چین و روسیه را رد کرده است شپول عباسی صدای آمریکا